آیت الله موسوی اردبیلی با صدور بیانیه‌ای از اینکه توهین به افراد به روندی عادی و فراگیر در کشور تبدیل شده ابراز تأسف کرد. این مرجع تقلید شیعه همچنین با انتقاد شدید از اینکه هر فرد مسئول و غیر مسئولی به خود این اجازه را می‌دهد که دیگران را متهم کرده و پیشاپیش حکم آن را نیز صادر کند اظهار داشت، بر اساس هیچ یک از ضوابط شرعی توهین و افترا به هیچ فرد و گروهی حتی در صورت اثبات جرم وی در محکمه عادله جایز نیست. در ارتباط با اظهارات اخیر آیت الله موسوی اردبیلی علیه رایج شدن فضای تهمت و توهین در کشور با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار مصاحبه‌ای کرده ایم که می‌شنویم. بعد از اعتراضات 25 بهمن، حامیان دولت برای مدتی منتقدان خودشون رو در داخل حکومت در موضع تدافعی قرار دادن. اما یکی دو هفته که گذشت، انتقادهای شخصیت‌های مذهبی یا حتی بعضی از مقام‌های حکومتی علیه هواداران دولت به وضوح شدت گرفت. فکر میکنین دلیل این تغییر فضا رو باید در چی دونست؟ به نظرم دلیل اول اینه که این هیاهو به این دلیل که هیچ مدرک قانونی برای این حملاتی که جناح حاکم بر علیه جنبش سبز و آقایان موسوی و کروبی انجام میداد نداشت. آقای موسوی و آقای کروبی نامه‌ای نوشته بودند به وزارت کشور و درخواست مجوز برای راهپیمایی کرده بودند در حمایت از مردم مصر و تونس، و این یک مدرک محکمه پسندی نیست که اینها رو به این دلیل بیان مورد محاکمه قرار بدن یا مورد این حد از حملات شدید. دلیل دیگرش این هست که نقض آشکار حقوق انسانی و استفاده از روش‌های غیر اخلاقی و ضد انسانی در سرکوب اعتراضات خیابانی اخیر موجب شد که حاکمیت رو وادار بکنه در افکار عمومی به عقب نشینی، برای اینکه مردم این قضایه رو نمیپذیرن به هیچ وجه. و دلیل سومش هم این هست که به نظرم جناح حاکم پایگاه اجتماعی بیشتری نداره و توان بیشتر از این هیاهو برپا کردن و حمله به طرف مقابل رو از دست داده. حداکثر میتونه 1 تا 2 روز هواداران خودش رو به خیابان‌ها بکشه و روی فکس و تلفن و بیانیه هم بتونه بین 7 تا 10 روز حمله بکنه به هواداران جنبش سبز. اظهارات آیت الله موسوی اردبیلی جدیدترین نمونه از مجموعه اظهاراتی هستند که در هفته‌های اخیر از زاویه انتقاد به غیر اخلاقی بودن رفتار هواداران دولت صورت گرفته. به نظر شما مهمترین انتقاداتی که بعد از 25 بهمن از همین زاویه علیه دولت بیان شدن چه مواردی بودند؟ در بین روحانیان بلندپایه و مراجع تقلید غیر از آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله یوسف ثانی، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله علی محمد دستغیب بیانیه های مختلفی صادر کردند. یکی از نکات بسیار مهمی که در همین بیانیه ها هست همین غیر اخلاقی بودن و غیر قانونی بودن و غیر انسانی بودن حملات جناح حاکم به مخالفان خودش هست و به مردم هست. آقای ثانی یه نکته بسیار مهمی رو در بیانیه خودش مورد توجه قرار داده بود و گفته بود جای تأسف هست که کسانی که این همه ادعای قدرت میکنن و تمام امکانات در اختیارشون هست از برگزاری یک دادگاه علنی برای مخالفین خودشون عاجزن و اینها رو میگیرن تو بازداشتگاه و به شکل غیر علنی محاکمه میکنن. به هر حال به نظر میرسه که 2 پارامتر دیگه هم روحانیون و افکار عمومی رو بر علیه جناح حاکم تحریک کرده در روزهای اخیر. یکی اظهارات علنی آقای احمد جنتی بود که در نماز جمعه به صراحت اومد گفت که آقای موسوی آقای کروبی رو باید حبس کرد در خونه، که من حتی در چهره نمازگزاران هم در تلویزیون دیدم که اونها هم از این حرفا شوکه شده بودن. و دیگر هم فیلم حمله و در واقع فحاشی به فائزه هاشمی بود در شهر ری، که این هم بازتاب بسیاری به نظرم در افکار عمومی و در میان خود ساختار حکومتی و کسانی که در اجزای مختلفش نقش داشتند در واقع تأثیر گذاشته.